درود به بینندگان ارجمند تلویزیون پارس، خب بیگمان در شگفت شدید که چطور شده تصویر من رو بر روی تلویزیون میبینید. گهگاه میشه حوادثی رخ بده که آدم خودشو، پیرامونشو، یارانشو، دوستانشو همه رو فراموش میکنه و فقط و فقط یاد میهن میفته. ما ایرانی هستیم، پدرانمون، نیاکانمون، پدران نیاکانمون، نیاکان نیاکانمون توی اون سرزمین، توی اون خاک زاده شدند، زندگی کردند و گور و گهوارشون ایران بود. حادثه‌ای در نزدیکی مرز ایران رخ داده. این حادثه رو شوخی نگیرید، موضوع بسی مهیب‌تر، خطرناکتر و هراس‌انگیزتر از اونیست که شما میپندارید. نه از این نظر که به داخل ایران مربوطه، شاید خدایی نکرده، خدایی نکرده روزی هم به داخل ایران مربوط بشه، ولی اکنون اینی که ما احساس خطر میکنیم، خوابمون راحت نیست، خواب ناراحت دارم یا داریم، اینیست که ما به طور کلی مسئله رو جدی نگرفتیم. ببینید وقتی یک طوفانی در راهه، هواشناسان و زمینشناسان بررسی میکنن که این طوفان در این مسیر داره میاد، حالا چه بسا از این شهر یا استان بگذره یا از این شهر و استان نگذره، ولی به هر حال مردم اون استان یا اون شهرستان آمادگی پیدا میکنن. طوفانی میاد برای فیلادلفیا یا ایرما مثلا یا غیره، مردم از دو هفته قبل آمادگی پیدا میکنن که طوفان بیاد یا طوفان رو در هم بکوبن یا از سرشون بگذره. این طوفان اتفاق افتاده در نزدیکی خاک میهن ما، در شمال کشور ضعیف و ناتوان عراق. یک گروهی پیدا شدن، یه آدمی به نام مسعود بارزانی آمده و همه پرسی اعلام کرده و برگزار کرده و این همه پرسی رو دوشنبه اجرا کرده. حالا مقیاس اصلی دم نگفته، میزان رأی رو نگفته، تعداد چیزا رو سطحی گفته، همه اینا نشون میده مقداری حق بازی و یه پنهانکاری درش. خب با این عمل مخالفان در سراسر جهان شروع کردن به کار. یک، جمهوری آخوندیه. جمهوری آخوندی به طور کلی نه به خاطر ایران بلکه به خاطر حفظ خودش، چون میدونه ملت ازش ناراضیان و میدونه هر وقت خلأ مهر و محبت بین مردم و حکومت برقرار میشه، بیم تجزیه هست. زمان قاجاریه دیدیم، چرا زمان نادرشاه چنین چیزی نبود، چرا زمان صفویان چنین چیزی نبود، چرا زمان قاجاریه شد. حالا البته من پیشینه تاریخیشو و پیشینه سیاسیشم میگم براتون، برای اینکه ضعیف کردند حکومت رو. وقتی حکومت ضعیف شد، وقتی شاهان گوش میبریدن، دماغ میبریدن، لب میبریدن، زبان میبریدن، وقتی فتلی شاه مخالف خودشو به درخت میبست و با درخت اره میکرد، خب روشن یک همچی دست ملتی بر میگرد از حکومتش و اون کسانی که برنامه ریز بودند آمادگی ایجاد کردند. در جنگ ایران و روس هم این اتفاق افتاد و ایران شکست خورد، اونم به تحریک آخوندا، اونم با تایید آخوندا،
اونم با رأی دادن آخوندها و بعد عهدنامه ترکمانچای و عهدنامه پاریس و عهدنامه یکی دیگه از عهدنامه ها در نتیجه شهرهای یعنی استانهای شمالی 17 شهر قفقاز، تاجیکستان، ازبکستان و اون طرفهای شمال خوارزم و غیره جدا شدن. بعد تنها کسی که جلو اینها ایستاد و حتی با انگلیس ها در افتاد امیر کبیر بود و نگذاشت تا زمانی که بود افغانستان جدا شد. ولی بعد که میرزا آقای نوری اومد اون هم بالاخره تسلیم انگلیس ها شد. در هر حال این برنامه انجام شد تا زمانی که در قرن آغاز قرن بیستم اندک اندک آمریکا جزو کشورهای مهم شد و وارد خاورمیانه شد. و خاورمیانه ببینید، من اولا خاورمیانه رو تشریح کنم. خاورمیانه یک سرزمینی است، یک مجموعه از سرزمینی است که سه قاره بزرگ آسیا، آفریقا و اروپا در اونجا با هم وصل میشن. حتی دریادار پرتغالی گفته بود شما تنگه هرمز رو داشته باشید دنیا رو دارید. خب اینا توجه میکردن به این مسائل، ما توجه نمیکردیم. ما پاچه هامون زنباره بودن، ما پاچه هامون آدم کش بودن، ما پاچه هامون دماغ میبردن و گوش میبریدن و نمیدونم زبون میبریدن. اونا که این کار نمیکردن، اونا دنبال برنامه دارن. اونا ضعیف میکردن، بین حکومت و مردم رو اختلاف مینداختن، کاری میکردن مردم از حکومت نفرت پیدا بکنن، بعد پیاده میکردن و موثر بود. همون کاری که الان دارن میکنن، همون کاری که الان دارن میکنن. شما هیچ وجه اشتراکی میان خواستهای ملی و خواستهای مردمی با رفتارهای جمهوری اسلامی نمیتونید پیدا کنید. مردم از گرسنگی توی زباله ها میگردند، پوست خیار و پوست موز و پوست کالباس پیدا میکنن و میخورن. اون وقت آقایون 8000 خشت طلا میفرستن برای بوقه و بارگاه امام های عرب. شهرداری تهران تو سر این دورگرد ها و این جعبه مغازه‌هایی که زندگیشون همون جعبه میزنه، اینا رو لتوپار میکنه و نمیذاره اینا به شغلشون مثل به یه نون آب مختصر برسن. اون وقت میاد بین نجف و کربلا فریوی میسازه و گرداگرد اون فریوی رو نخل میکاره. با کدوم پول آقای شهردار تهران؟ با کدوم اجازه؟ دولت جمهوری اسلامی است بیمارستان 2000 تخت خوابی در کاظمین برپا میکنه. از این اطلاعات دورید، برید اطلاعات جهانی رو بخونید، برید اینترنت رو بخونید، برید خبرهایی که بیاد بخونید. ما بیمارستان نداریم، ما مریضامون ندارن پول که بدن، تو خیابون میخوابوننشون. بیمارستان 2000 تخت خوابی در کاظمین به قول سهراب سپهری به کدام جای تاریخ باید بس این قبای کهنه را؟ به هر روی با این وضعیت که در ایران ایجاد شده، یک مرتبه زمزمه استقلال کردستان و همه پرسی ایجاد میشه. بازم من میگم از نظر حقوق بین الملل و از نظر سیاسی یک کاری در کشور دیگه انجام میشه، اما این طوفانه. نکنه قبای ما رو بگیره، اونم با کدوم حکومت؟ حکومت که اینقدر که فکر عراقه فکر ما نیست. چه کسانی با اینها مخالفن؟ چه کسانی با همه پرسی عراق
با همپرسی اقلیم عراق، اقلیم کردستان عراق مخالفه. یک، خود دولت عراق. خب طبیعیه، باید بگه من مخالفه. چرا نگه؟ تمامیت ارزش به خطر افتاده. نمیتونه بگه بله بله من موافقم. نه آقا، اگه تو مخالف بودی اصلا حمله میکردی، تعارف نداری. مگه در آذر ماه 1324 که روس‌ها ایران رو تخلیه نکردند، مگه در همون موقع حمله نشد از طرف ارتش ایران به اونجا؟ مگه آمریکا کمک نکرد؟ حالا من نقش آمریکا رو هم خواهم گفت در اینجا، و باعث نشد که روس‌ها برن. سازمان شورای امنیت دستور اخراج داد، روس‌ها رفتن و بعد ارتش حمله کرد و پیشوری گریخ و آذر آبادگان برگشت به خاک میهن. همون موقع هم کردستان برای بود تجزیه شه. بلافاصله دولت مرکزی گرفت سران کردستان رو اعدام کرد. حالا پله پله این عراق را دمون. بعد ترکیه است. ترکیه خب شدیدتره، محکمتر ایستاده. دلیلش این است که میترسه این با کردهای ترک یکی بشه. حالا اطلاعات پشت پرده هم براتون میگم که چجور دارن میکشونن ترکیه رو که آقا تو کجا، چرا مخالفت میکنی؟ بیا بابا این میدان بزرگ کردستان عراق، میدان اقتصادیش دست تو، هر چی میخواد و کالا بفروش. اینا میخرن، نفت دارن، دارن گول میزنن بروی. بعد آمریکاست. آمریکا صراحتا مخالفت کرد و وزارت امور خارجه امریکا اعلامیه ای داده. من اعلامیه رو براتون یه خورده شو بخونم، نمیتونم همه رو بخونم. وزارت امور خارجه امریکا میگه که بعد در این بیانیه میگه ما با هر گونه جدایی و تجزیه در میان کشورهای خاورمیانه، خوب دقت کنید، با هر گونه جدایی و تجزیه در میان کشورهای خاورمیانه قطعاً مخالفی. بعد ادامه میده اعلامیه، میگه در سال 1319 و نمایندگان امریکا و انگلستان، ببخشید من این اعلامیه جبهه ملی رو دارم میخونم، اعلامیه جبهه ملیه، میگه ما با هر گونه اختلاف مخالفیم. و من بعد اعلامیه آمریکا رو میخونم. در سال 1316 جبهه ملی داره می‌نویسه، نمایندگان دولت انگلیس و فرانسه، یعنی آقایان سایکس و پیکو، خطوط مرزی کشورهای خاورمیانه را ترسیم کردند. ببینید از کی شروع کردند. در این منطقه که حاوی درصد کل منابع انرژی جهان است، بر اساس این منافع و مقاصد اجتماعی این مناطق را تقسیم کردند. پس از آن، دنباله اعلامیه جبهه ملی، پس از آن با همه جنگ و جدال ها و فراز و نشیب ها به جز اشغال سرزمین های تازیان، خوب دقت کنید، از 1916 به این ور، به جز اون زمانی که اسرائیل حمله کرد و بخشی از سرزمین تازیان رو گرفت، عرب ها رو گرفت، به جز اون هرگز و هرگز این چیز تجزیه در خاورمیانه رخ داد. چرا؟ چراش امریکاست. حالا براتون بعد خواهم گفت. با همه جنگ و جدال ها و فریز و نشیب ها به جز اشغال سرزمین های تازیان از سوی دولت اسرائیل در 1967، دیگر منافع مناطق جغرافیایی منطقه تقریبا بدون تغییرات عمده باقی ماند. نمونهش همون آذربایجان بود که رخ نداد، همون کردستان بود که رخ نداد. اما از 40 سال پیش، حالا ببینید، درست از زمانی که جمهوری اسلامی رو آوردن، درست از زمانی که جمهوری اسلامی رو آوردن، مجدداً زمزمه های ناموزون مبنی بر ضرورت تجزیه کشورهای منطقه که مبتکر و تشخیص دهنده آن برنارد لوئیز بود،
که ظاهراً نظراتش مورد توجه بسیاری از سیاستگران محتاط امریکایی و محافظه‌کار امریکایی و کمپانی‌های نفتی بود قرار گرفت. از 40 سال پیش، درست از زمانی که محمد رضا شاه رو رد کردم و خمینی رو آوردم. اما گفتم از 1900 به این ور امریکا وارد منطقه شد. سیاست امریکا سیاست عدم تجزیه است. خوب دقت کنید، امریکا در خاورمیانه سیاست عدم تجزیه است. به همین دلیل هم میبینیم که امریکایی‌ها هر جا مسئله تجزیه پیش اومده به گونه ای جلوش گرفتن. من چند نمونه براتون میارم. یک، آقای بوش حمله کرد به عراق و حمله کرد به افغانستان. خب دولت مرکزی هم بین رفت. دولت مرکزی وقتی هم بین بره، حکومت قاهر، حکومت مسلط هم بین میره. در نتیجه اونایی که میخوان جداشن جان میگیرن. در افغانستان جنرال دوستم، یکی از گردن کلفت‌ترین جنرال ها، شمال افغانستان رو خواست جدا کنه. 22 میلیون دلار تو جیب آقا کردن، ایشون نشست کنار، صداش هم در نیامد، شمال افغانستان جدا نشد. در عراق همین وضعیت بین کردهای عراق شد. بعد مقتدا صدر اومد خواست بخشای رو جدا کنه، بعد جنوب اومد، بعد بنا، بعد بصره، ولی همه اینجا رو سرکوب کردن. حالا یا از قول گویندگان و سخنوران و سیاستمداران، یا پنهانی آمریکا اونها رو از صحنه دور کرد. به ایران نگاه کنیم. شاه از ایران رفت، حکومت مقتدر و مسلط ساواک و شاه فرو پاشید. کی اومد؟ یا آخوند. در آغاز خوب مسئله دین و اینا رو کشتن جلو، ولی این کافی نبود. چند جا زمزمه جدایی شد. کردستان، ترکمنستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان. ببینیم سرنوشت اینا چی شد. آخونده که شلوارشو نمیتونستن بالا بکشن. سران ترکمن رو آوردن که محاکمه کنن. گفتن ما میام در دادگاه حرف میده. زیر پل در موقعی که از ترکمنستان میخواه میره همه رو بردن اعدام کردن. مسئله ترکمنستان تمام شد. خوزستان رو هیئت‌های مختلف ارسادن، انقدر اینا رو سرگرم کردن تا اینکه یواش یواش در اونجا مسلط شدن. بعد به دار گفتگو رو با اینها باز کردند و آقای افشار، دکتر افشار قاسملو رو آوردن باهاش در سوئیس مذاکره کنن. ریختن در همون جلسه محاکمه همه رو تیربارون کرد. اون رو هم سرسداش خواهد موند. خوزستان، شبیر خاقانی، کسی که کوس برابری با آقای خمینی رو میزد، شبیر خاقانی رفت خوزستان، در اونجا پایگاه ایجاد کرد. خوزستان جدی شد کارش. نفت شوخی نیست. بعضی کسا خدمت هایی کردن که شما نمیذاره، ملاها نمیذارن شما اونها رو متوجه بشین. یکیش خدمتی است که آقای تیمسار احمد نام خانوادگی شده میفته بهتون میگم، در چیز انجام داد، در جمله در خوزستان انجام داد، استاندار خوزستان شد. اینشون حمله کرد یه شب به خانه آقای شبیر خاقانی. 29 پاسدار محافظ شبیر خاقانی رو کشت بی سر صدا و صبح ایشون رو دستگیر کرد فرصاد خون.
در قم اینو انقدر نگه داشتن تا آقای شبر خاقانی در قم مرد و مسئله خوزستان هم منتفی شد. میرسیم به آقای عبدالملک ریگی، کسی که تا 3 سال پیش قدرتی بود، زیر نفوذ پاکستان قرار داشت و یک عامل و رهبر واقعا جدی برای مخالفت با خمینی بود. این کارش بالا گرفت، رفت به پاکستان، در پاکستان اون تیمسار مدنی، سپاسگزارم آقای شهرتی، تیمسار احمد مدنی بود که استاندار خوزستان شد و این مرد میهن پرست باعث شد خوزستان جدا نشه، ولی آخوندها به نام خودشون جر کردن. بعد میرسیم به آقای عبدالملک. عبدالملک برادرش در ایران دستگیر شد، ولی جمهوری اسلامی اونقدر میترسید از عبدالملک ریگی، عبدالملک ریگی، که برادرین اعدام نتونست بکنه، نگهش داشت، گروگان نگه داشت، تا اینکه ریگی رفت در پاکستان، از اونجا بنا شد پروازی بکنه به شمال ایران، تا حالا ترکمنستان یا جای دیگه. گویا دستگاه CIA خبر این رو داد به آخوندها که در فلان روز فلان پرواز این هواپیما بلند میشه، از روی خاک ایران به صورت ناشناس که مسافراش کیان میره و اینو پیادهش کنین و فرودش بیارین و بگیرین. اینو پیادهش میکنن، فرودش میارن و ایشون رو میگیرن و بیدرنگ اون و برادرش رو اعدام میکنن. ببینید نقش آمریکا در سرکوبی تجزیه ها چرا این رو من میگم؟ برای اینکه آمریکا نمیخواد در خاورمیانه با 6-7 دولت کوچولو 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 هم سرکار داشته باشه. همین تا حالا برای دردسرش کافی. آیا آمریکا میتونه این کارو بکنه؟ بازم نمیدونیم. از یه طرف سوابقی ما میبینیم که خلاف اینو نشون میده. از روزی که آقای بشار اسد مخالفانش دست به کار شدن تا امروز، از همون روز اول آقای اوباما و دولت امریکا و دیپلماسی آمریکا همگی مخالفت کردن که باید بشار اسد بره. اصلا ما با بشار اسد مذاکره نمی کنیم، جایی برای آقای بشار اسد وجود نداره و نیست و نیست و نیست و نیست و دنبال این کار اومدن تا. اما بشار اسد هست. یهو آقای پوتین پیدا شد، یهو آقای اوباما کنار کشید. از کجا معلومه که در سر عراقی همچی بازی در نیاد؟ این نیست که من میگم، هم میهنان هوشیار باشید. ما به این بازی های جهانی کاری نداریم، ما به سیاست کلی امریکا جایی نداریم. بسیار هم ممنونیم از امریکایی‌ها که همچی سیاستی رو دارن، ولی از کجا من که بتونن اجرا کنن؟ مگه در سوریه اجرا کردن؟ مگه تونستن اجرا کنن؟ بنابراین ما باید هوشیار باشیم. مخالفت ما با جمهوری اسلامی جای خودش، ایران بالاتر از همه ایناست. مخالفت ما با جمهوری اسلامی بر سر ایرانه، بر سر فرهنگ ایرانه، بر سر منافع ملت ایرانه، بر سر حقوق ملت ایرانه، بر سر دزدی هایی که بر از جیب این ملت انجام شده و میشه و میشه و شده. اما از دید دیگر هم باید متوجه باشیم که این خطر شوخی بردار نیست. این یکی رو ما نمیتونیم شوخی بگیریم، نمیتونیم ندیده بگیریم. چرا ما نمیتونیم این مسئله رو ندیده بگیریم؟ ببینید ما ایرانی ها از دو دیدگاه باید پیشینه کردستانمون رو آگاه باشیم. اصلا 90% میپرسی ایرانی این کردها کیان، نمیدونن
نمیدونن تحصیل کرده ها یا کرد ها یه تیره ای هستن در کردستان. همین اگه ارزش این جریان رو بدونن، اگر بدونن این تیره چقدر مؤثر بوده در سرنوشت ایران، اون وقت بیشتر توجه میکنن. ما دو نکته رو باید توجه بکنیم در مورد کردستان. یکی مسئله چیز مسئله ملی و تاریخی و یکی مسئله سیاسی و جهانی. میام به سر مسئله ملی و تاریخی. هشتصد سال پیش از میلاد، یعنی 8800 سال اینطور که پیش بینی کردن، 8800 سال پیش سرزمین ایران یک پشته بوده، کبیری بوده و یه آدمای معمولی بسیار بسیار محدود و اندک در زندگی می‌کرد. از شمال دریای خزر، از شمال دریای خزر یا خزر، یک تیره ای را میفته میاد به جنوب، میاد به هوای گرم، میرسه به سرزمین گرم، به پشته ایران، به آقای شهرتی، به فلات. باید گفت پشته، پشته فارسی فلاته، خاک برجسته رو میگن که فلات یا پشته. برحال میرسن به فلات ایران. کیا؟ یک گروهی که میان در باختر دریای خزر، در آذرآبادگان کنونی، در کردستان کنونی، در کرمانشاه کنونی، یه مقدارشون هم میان تا نزدیک لرستان. و اینم این اندیشه و این برآورد و پیش آورده که کرد لورها هم از همون تیره مادها هستن. حالا من هنوز اسم ماد رو نیاوردم، هنوز اسم ماد رو نیاوردم. اینا بیش از 6-7 هزار سال یعنی پیش میان وارد اون منطقه ایران میشن، سکنا میبین. البته با یه دولت گردن کرفتی مثل بابل طرف میشن، بارها بهشون صدمه میزنن، اینها هم صدمه میزنن، اینور اونور. خلاصه در این گیرودار، این 700-800 سال که میگذره، تیره دومی از آریاها ایرانیان، یعنی آریاهای شمال دریای خزر، اونها هم میان پایین. اونها میان پایین تا شمال در خلیج فارس، در منطقه فارس کنونی، استان کنونی فارس، در بوشهر، در ایلام و این نزدیکی های خوزستان سکنا میگیره. یعنی در حقیقت در یه بخشی همسایه میشن با قوم بعدی. حالا من هنوز اسم ماد رو نیاوردم. بعد سومین تیره میان به نام پارت ها. پارت ها میان، اینا هم آریایی بودن، در خراسان سکنا میگیره و آیین و مراسم باستانی و ایرانی خودشون و هرچی بوده اون زمان شروع میکنن به پایه گذاری. و آخر سکاها بودن که اینها میان در شرق ایران، شمال کنونی افغانستان و سیستان و بلوچستان جای میگیره. خب گفتم ماتا اول اومدن دیگه. ماتا چون 800 سال قبل اومده بودن و دیدن این دروح اومدن، ماتا اومدن، پارس ها اومدن، پات ها اومدن و ببخشید پارت ها اومدن، پارس ها اومدن، اینا اسم خودشون رو گذاشتن ماد. تا اون موقع اسم خودشون نداشته بودن ماد.
نوشتن ماد. ماد در زبان پارسی کهن یعنی میانی، یعنی زاینده. ماد، مای، مایه، میانه، اینا همه به معنی زاده، زاده شده و اصلیت. به بقیه پارس ها، پارت ها و سکا گفتن اینا پهلویی هستن. پهلویی و پهلوی و پهلوی از اینجا ایجاد شد. و چون سکاها اصولا شهرنشین نبودن، آدم های سرکشی بودن، هیچگاه هم با این ستیره یکی نشدن. کوروش رو اینها کشتن، اردوان یکم رو اینها کشتن، سکاها کشتن. سکاها همین افغان های کنونی هم. همین افغان های هستن که هنوز هم سر سازش با هیچکس ندارن. حتی در برخی از تیره های تاریخی نوشته شده یعقوب لیث سکا بوده. به همین دلیل اون مقاومت، اون پایداری، اون شجاعت، اون دنبال روی و تحوری که باید سکا داشته باشه یعقوب داشت و تا دروازه های بغداد رفت و ایران را آزاد کرد. اهل سیستان بود. حتی برخی از تاریخ نویسا، برخی از پژوهشگران برای نمیدن که حتی فردوسی اگه میگه رستم یلی بود از سیستان، اشاره ای بود که این آدم هم تحور دلاوریش به سکا میره. اما به هر حال اون سکاها با این ستیره یکی نبود. حالا این ماتا کیا بودن؟ این ماتا همین کردان، همین کردها هستن. ما تا در جنگ هایی که کردن بالاخره دست سازماندهی به خودشون دادن. اولین سلسله پادشاهی در ایران رو مادها تشکیل دادن. نخستین پادشاه ایران حتی قبل از کوروش بزرگ از طرف مادها تشکیل شد به نام دیاکو یا دیاکو. این پادشاه با رأی مردم انتخاب شد، سازمانده بود، سازماندهی کرد، توانست قدرت ایجاد کنه که جلو بابلی ها بیسته. بعد از اون فرورتی پسرش اومد، مدتی او پادشاهی کرد، بعد از اون هوخشتره اومد، بعد از اون استیاک یا اژدها اومد که بعضیا میگن این همون ضحاک، بعضیا میگن نه آره ما اون کاری نده. اینا ماد بودن. جنوب غربی یعنی مرکز ایران که پارس ها اومدن، یک تیره بزرگی به نام هخامنش ها زندگی میکرد. این هخامنش ها بزرگ تیره پارس بودن. آستیاک یه دختر داشت به نام ماندانا. ماد بود دیگه، پادشاه ماد بود، دخترش هم ماد بود، کرد بود. من وقتی میگم ماد یعنی کرد ها، اینا همه کرد بودن. شب آستیاک خواب میبینه، یا اژدهاک خواب میبینه که از شکم دخترش یک درختی سبز شده که این درخت شاخ و برگ داد، تمام منطقه رو گرفت. صبح خواب گزارا رو میخواد، میپرسه که این خواب رو من دیدم نه چه. میگن از شکم دختر شما، نوه شما، پسری به دنیا میاد که تمام منطقه رو زیر نفوذش میگیره. دو سه روز بعد بزرگی از خاندان هخامنش به نام کامبوجیا میاد به ماد، از ماندانا خواستگاری میکنه. فکر اون خوابی که آسیاک دیده بود باعث میشه که با توجه به نظر خوابگزاران موافقت کنه با این ازدواج و ماندانا همسر کامبوجیا میشه. از این دختر کرد و این پسر هخامنش فرزندی به وجود میاد. اصلا اسم کوروش کردیه. کوروش رو اسمش میذاره کورا اوشا. کورا، کورا به زبان کردی یعنی پسر،
فرزند پسر کوروشا که بعداً به تدریج گفته میشه کوروش، کوروش ساخته میشه ازش. و من تا زمانی که دانشکده میرفتم هر جا گشتم، تو هر فرهنگنامه‌ای، تو هر لغتنامه‌ای، تو هر جایی نتونستم بفهم کوروش یعنی چی. تا اینکه در زمانی که عضو فرهنگستان شدم از دوستان اونجا از جمله آقای احمد مرادی یا مراد که کرد بود ازش خواستم آقا بی کمک کنیم ببینیم کوروش یعنی چی. بالاخره گشتی پیدا کرد که کوروش کوروشا بود، کردی و اوستایی، یعنی پسر متین، پسر آراسته، پسر مرتب، پسر بهشتی. آشا یا اوشا یعنی بهشتی. حالا به دیگر تاریخ کاریم، این کوروش دورگه کرد و هخامنش بعد میاد پیش پدرش، بعد چون پدر بزرگش آسیاک باش خوب نبوده، به هر حال نبردی بین اینا در میگیره. آسیاک میخواسته به کوروش حمله کنه چون نبرد شده بوده، حالا خودش اختیار دار شده بوده. این است که جنگی که بر اینا رخ میده، سرداران آسیاک به سود کوروش، به نفع کوروش، در جنگ کوروش با آسیاک، آسیاک رو شکست میدن و کوروش پیروز میشه. اما این مرد، این مرد، بخونید، بخونید شرح حال کوروش رو، در طول تاریخ در هیچ جا دیده نشده، در هیچ جا که این آدم سازماندهی، قدرت، بزرگواری، نیرومندی رو با خشونت توام کنه، در عین قدرت و پیروزی لطیف، مهربان، دلسوز، لین و آرام بوده. وقتی پیروز میشه پدر بزرگ خودش معاون خودش میکنه و به او فرمان میده که بره مصر رو تصرف کنه. وقتی که بابل رو تصرف میکنه کوروش، یکی از قهرمانای بابل میگه من اینو میکشم، میره بالا درخت کمین میکنه. و وقتی کوروش میاد بره یکی از این پرستشگاه ها رو مال ملت شکست خورده بابل رو افتتاح کنه، از اون بالا با تیر میخواد بزنه، اتفاقا پای سنگ، پای اسب میخوره به سنگ، به اصطلاح میگن سرسم میره، سرسم که میره اسب سرش دولا میشه، تا دولا میشه سرت کوروش، تا دولا میشه تیر رد میشه، بالاخره میریزن و اینو بالا درخت گیرش میارن. خب کوروش میخوادش، میگه میدونی که هر کسی بخواد یکی رو بکشه، اگر موفق شه که میکشنش، اگر موفق نشه با هر دستی که خواسته بکشه اون دستو میبره. و تو تیرانداز بودی، با هر دو دستت کار کردی، بنابراین هر دو دستو باید بری. تیرانداز صداش در نمی. کوروش میگه زن بچه داری؟ میگه بله، یه زن دارم، یه بچه یک ساله. میگه خب من اگه دستور کشتن تو رو بدم طبق قوانین کشوری که این دوتا از گرسنگی میمیرن؟ میگه بله. میگه برو، من تو رو بخشیدم. میگه من بخشیدی؟ میگه بله. میگه دست هم قطع نمی کنی؟ میگه نه. میگه اجازه میدی من بیام جز اون سپاه جاویدان تو باشم؟ میگه برو با فرماندهتون صحبت کن، اگر اون مطمئن شد بعد. یه همچی آدمی کرد بوده، ایرانی بوده، چطور ما این رو فراموش میکنیم؟ چرا ماتا رو فراموش میکنیم؟ آقا یه نفر نمیدونه این ماتا همون کردان، این آذرآبادگانی ها تیره های همونان، آقا سلجوقیان اگه اومدن اینا رو ترک زبان کردن اینا فارس بودن. بابک خرمدین نامه هایی که می نوشت برای این ورور، من در کتابم چاپ کردم، این نامه ها به فارسیه، به فارسی سرس.
به هر حال این از دیدگاه تاریخ و ما از دیدگاه منطقی. از دیدگاه منطقی این مسائل تاریخی رو فقط راهنماتون بگذارید. منطقه مسئله روزه. هر زمانی سیاست‌های جهانی یه جور انجام ده. مگه بهترین دوست آمریکا در خاورمیانه شاه نبود؟ مگه زمانی که عرب‌ها در جنگ با اسرائیل نفتشون رو قطع کردن رو به اروپا شاه نگو ما نفت رو میدیم و داد و این کمک ها رو کرد؟ ولی زمانی که بنا بود بره گفتن چون مریضه و بعد این بره اینجا کمونیست میشه، براش خمینی ساختن. اینا رو در نظر داشته باشید. ما به مسائل مربوط به عراق دخالت مستقیم نداریم و نمیتونیم بکنیم، ولی از دیدگاه ملی، از دیدگاه شخصی، از دیدگاه تاریخی، از دیدگاه خودمون نمیتونیم از این مسئله بگذاریم. بازم میگم جمهوری رو بذارید کنار، اون به جای خودش ممکنه بخواد یه کاری بکنه، ممکنه بازی رو بیاره. من میدونم مثلا در مریوان و در سنندج مردم جشن گرفتن فلان، جمهوری اسلامی استفاداش در نمیاد. آقا تو یه نفر روزنامه نویس، نویسنده خبرنویس، یه خبر می‌نویسه به تریج قبای شما برمیخوره، میگیرینش، میبرینش به دوستا خونه، میزنینش، ممنوع ملاقاتش میکنی، نگرش میدارید، بعدم به 10 سال یا 2 سال یا 5 سال زندان محکوم میشه. یه روزنامه نویسه، یه خبرنگار معمولی رو چطور زنندج شلوغ شده جشن گرفتن ساکت موندین؟ چرا؟ مگه این کشور ما رو شبانی؟ مردم سرزمین شماست، اون رو از دست ندید. جمهوری اسلامی فرض قضیه است، اون ملت هم که میتونست میره. با اینکه تو سری میزد جمهوری اسلامی به جبهه ملی، ولی جبهه ملی این اعلامیه رو داد و این مسئله باعث میشه که ما بدونیم که وظیفه ما چیه، چه باید در زمینه این حادثه انجام بدیم. جلسات تشکیل بدید، اتحادیه درست کنید، اعلامیه ها بدید، به شورای امنیت شکایت کنید، به سازمان ملل شکایت کنید، بگید ایران رو کنار بگذارید از این مسئله، مبادا ایران برق این طوفان بهش بگیره، اصلا با خودت همه پرسی مخالفت کنید. به هر حال اینا کردن، کردها شاخه. یه زمانی همون زمان سال 24-25 بود و محمد رضا شاه در یه سخنرانی گفت کردها ایرانی هن. خب ما اون موقع کلاس 6 دبیرستان بودیم، رفتیم تو فکر، ما هایی میفهمیم کردها یه قصد تو عراق هم، یه قصد تو ترکیه هم. اون زمان آقای شجاع‌الدین شفا، البته این مرد بزرگوار و خدا همیشه رحمتش کنه و بزرگ میدانیمش، خیلی خدمت کرده، بعدم هرچی بیشتر گذشت بیشتر ارادت من به اون زیاد شد و بیشتر توجه ایشون به من بیشتر شد، به ویژه وقتی کتابهایی که من نوشتم براشون میفرستادم، خیلی لطف به من کرد. اون زمان من به عنوان دانشجوی سال یکم که کنکور قبول شده بودم زنگ زدم خدمت ایشون، گفتم شاه یه همچی حرفی زده. البته اون زمان هنوز ایشون گوینده نمیدونم امور فرهنگی دربار نبود، ولی خیلی مورد توجه بود. گفتم جناب دکتر شفا، آیا شما موافقید، یعنی این حرفی که شاه زده که کردها ایرانی هن
و منم اطلاعاتم خیلی کم بود. درسته؟ شجاعالدین شبا گفت من بعد به تلفن میکنم. نخواست از تلفن خودی سر بزنه. دو روز بعد به من زنگ زد. گفت اصلا همون حرف اعلیحضرت رو من بهشون دادم که بگم. گفتم خب پس من خوب جلو تلفن گرفتم. بعد ایشون برای من توضیح دادن همین مسائل کردها و ماتها و اینها رو. و من خودم بعدها رفتم وقتی میخواستم شرح زندگی کوروش و ماتها و هخامنشها رو بنویسم به منابع مختلفی مراجعه کردم، گسترده همه اینا رو چاپ کردم در کتاب ده ابرمرد تاریخ و در اونجا من به صراحت گفتم اینا ایرانی هن. هر جا آقا این عراق مستعمره انگلیس بود. ما تاریخ که نگاه میکنیم اینیم نادرشاه تا اربیل رفت، تا بغداد اومد، بغداد محاصره که اربیل جزء خاک ایران بود. کردهای ایران در اون موقع در اونجا بودن. چطور شد که حالا یهو همه جای عراق رو مستقل کردن، این بخش رو ندادن به چیز ایران که اولا این همه دردسرای ایجاد نشه، همه کردها مال ایران بشن. ولی نمیخواستن، اونو میخواستن استخوان لای زخم بذارن. اونو برای همچین روزی این کار کردن. این اطلاعات به شما کمک میکنه دوستان، برید دنبالش. من باز در خدمتتون هستم. من سپاسگزارم از آقای شجره که زنگ زدن با هم صحبت کردیم و من گفتن بیا راجع به تاریخ کردستان صحبت کن، راجع به ماتها صحبت کن و من قبول کردم، چون به هر حال من عضوی از کانال پارس، از تلویزیون پارس بودم، علاقه دارم به این چیز. با زور، با ناراحتی، با خشونت، با گردن کلفتی، با رگ گردن کلفت شدن نمیشه کار کرد. باید منطقی صحبت کرد، باید جلو رفت، جلو رفت و جلو رفت. با سپاس از دوست ارجمندم آقای امیر شهرتی، مثل که دو سه دقیقه بیشتر نمونده از وقت ما و ایشون نهایت دقت رو در برگزاری برنامه کردن، از ایشون سپاس گذارم. از شما بینندگان، از شما هم میهنان، از شما بزرگان، از شما ایرانی هایی که دلتون بر ایران میتپه، خواهش میکنم مسئله رو جدی بگیرید، جدی بگیرید. سرزمین ما سرزمین مادری و پدری ماست. روز و روزگار بر شما خوش. تا درودی دیگر بدرود و پاینده ایران.